درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان توی این برنامه نگاهی بندازیم به نمادهای گروه مواد غذایی که در موقعیت بازده کمتر از 5% نسبت به کف 3 ماهه خودشون قرار دارن. توی این فیلتر 4 نماد دیده میشه که در این موقعیت هستن. البته حالا بین 5 تا 10% رو هم با هم دیگه نگاهی خواهیم داشت، ولی بذارید ابتدا نمودار این 4 نماد یعنی قگولستا، قشازر، قگولپا و قگول را با هم دیگه نگاهی داشته باشیم. نماد قگولستا از سال 95 وارد بورس شده و در طی تقریبا این 7-8 سالی که توی بورس هستش یک روند کاملا صعودی را داشته. البته هر بار اصلاح انجام شده تقریبا میشه گفتش که تا قیمت خوبی اصلاح را انجام داده و تقریبا تا آخرین پله فیبو فرود اومده. یه بار اینجا دیدیم این اتفاق افتاده، یه بار هم سال 99 خب این اتفاق افتاد و قیمت از 1440 تومن تا تقریبا 300 تومن پایین اومد، یعنی تقریبا 1/4 سقف خودش را تونست پایین بیاد. این بار هم از اردیبهشت که قیمت 2300 تومن بوده امسال تقریبا به 860 تومن هم رسید، ولی فعلا میشه گفتش نسبت به چند ماه اخیر خودش رشد چندانی انجام نداده. من شکل رو بزرگتر میکنم که بهتر بتونیم ببینیم. ببینید اینجا از برج 8 نگاه بکنید که کمترین قیمت خودش را رسید 860 تومن بود، بعد از اون تا 1170 تومن بالا اومد، مجددا تا 950 پایین اومد و از برج 11 تا اواخر برج 12 در همین حدود 1000 تومن زیر 1000 تومن قیمت موند. فعلا یه استارتی زده و یه مقداری بالاتر اومده 1080 تومنه و هنوز خیلی فاصله نگرفته از کف 3 ماهه خودش. بنابراین در فیلتر یه جورایی درست نشون داده میشه و این هم از نظر حالا ریسک و ریوارد خودش نسبت به سال 1402 در موقعیت خوبی قرار داره. بالاترین قیمتی که 1402 به خودش دید اینجا هست، یعنی 2460 تومن و پایین‌ترین قیمتی هم که 1402 به خودش دید 800 تقریبا 50 تومنه که یک ریسک ریوارد 6 را برای این سهم نشون میده روی مثلا نمودار و تقریبا میشه گفت هنوز موقعیت خوبی برای ورود به نماد قیگولستا وجود داره، مخصوصا برای کسایی که بلند مدت فکر میکنن، چون بلند مدتش تا حالا که همواره سعودی بوده توی این 7-8 ساله. در آخرین روز معاملاتی یعنی 8-1 چهارشنبه یک کندل قرمز خورده. اگر که شنبه هم حالا معاملات جوندار نباشه و یا این هفته که واردش میشیم بالاخره به خاطر اینکه یک دو روز تعطیلی هم وجود داره یه افتی به سمت پایین داشته باشه و مجددا برگرده به محدوده 1000 یا زیر 1000، به نظر من برای خرید نماد قیگولستا بسیار مناسب خواهد شد. در حال حاضر همجور که مشاهده میکنید این قیمت هم از سقف سال 99 این نماد پایین تره، چون موقع حدوداً 1470 تومن بود، و هم خب از سقف اردیبهشت پارسالش هم که خیلی پایین تره، از نصف هم کمتره. بنابراین این دوتا به صلاح عامل هم میتونه انگیزه خرید را بالاتر ببره برای خریداران. نماد بعدی قشازر هستش، پگاه آذربایجان غربی، که خب این نماد هم مشاهده میکنید اردیبهشت امسال این پارسال 1402 تا 883 تومن بالا اومد و الان قیمت 605 تومنه. حالا با قبلی مقایسه بکنید که نسبت به سقف خودش در اردیبهشت تقریبا قیمتش از نصف هم کمتره،
یعنی نماد قگلستا، موقعیت خیلی بهتری را نسبت به قشازر از نظر ریسک داره و این یکی همجور که مشاهده میکنید حتی اگر ریسک ریواردش را هم بگیریم خب قطعا عددش از 6 کمتر خواهد بود. اردیبهشت 99 تا تقریبا 890 تومن 900 تومن بالا اومده بود و کمترین قیمتی هم که به خودش دید برای سال 1402 حدوداً 500 تومن 512 تومنه که من کمی بکشمش پایین تر و اینجا میشه که حالا ریسک ریوارد رو ببینیم 3 هستش. یعنی خب ببینید از این حیث هم دقیقا مشخصه که قگلستا وضعیت بهتری نسبت به قشازر داره. از طرفی خب قشازر مرداد 99 یعنی سال 99 خوب روش کرده بود و تا اون سقف الان فاصلش زیاده. این تفاوتشون در اینه دیگه. ببینید این قگلستان نسبت به سقف سال 1402 فاصله زیاد گرفته در حالی که قشازر نسبت به سقف 1399 فاصله بیشتری داره و خب الان ملاکمون اون نزدیکتر است. یعنی الانه ما این را مقاومت واسه بدونیم براش تا این یکی، چون الان دیگه خیلی گذشته. البته اون هم در حال یه سطح مهم برای ما محسوب میشه، قطعا مقاومت هست ولی مقاومت نزدیکتر باعث خواهد شد که وقت قیمت به اون برسه واکنش بیشتری نشون بده. در ارتباط با قگلستان خب فاصله تا این مقاومت زیادتره و یه جورایی حالا میشه گفتش این سقف قیمت سال 99 که اینجا هست، البته این هم میتونه مقاومت محسوب بشه ولی اثر بخشیش قطعا کمتر خواهد بود چون ازش خیلی فاصله گرفتیم. یه بار هم اون مقاومت رد شده و الان مقاومت جدید بیشتر ملاک ما خواهد بود. خب نماد بعدی نماد قگلپا هستش، شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان. جالبه که همشون هم این نمادها تا حالا نمادهای پگاه بودن، حالا یکی شماره گلستان که آذربایجان غربی، یکی مال گلپایگان و این هم میبینیم که شرایطش بیشتر شبیه قگلستان هستش. یعنی مقاومتی که شکل گرفته سال 1402 شکل گرفته و الانه خب این به ما خیلی نزدیکتر هستش نسبت به مقاومت سال 99 خودش که البته تقریبا میشه گفت الان روی همون عدد قرار داره در حال حاضر و مقاومت براش همین اردیبهشت 1402 محسوب شد، این 2155 تومن فعلا سر راهشه. تفاوتش با قگلستان اینه که خب فاصله بیشتری را طی کرده و بالا اومده. یعنی نگاه کنید قگلستان یه جورایی جامونده تره نسبت به قگلپا و مثلا یه قگلستان اومده بود قیمتش اینجا به 1300 تومن رسیده بود، الان شرایطش با قگلپا یکسان میشد ولی الان نگاه کنین قگلپا از کفش یه مقداری فاصله گرفته، از کف قیمت سال 1402 که 1100 تومن بوده خب بالاتر اومده، حتی از کفی که همین بهمن و اسفند براش درست شده بود هم که 1200 تومن بوده الان 250 تومن فاصله گرفته و خب همین موارد میشه گفتش ریسک ریوارد را کمتر خواهد کرد. ببینید الان این کمترین قیمت سال 1402 و این هم بیشترین قیمت سال 1402 رو من بذارم که اینجا هستش و بدین سان یک ریوارد حدوداً 2 به دست میاد، 1.9. خب درسته که حالا از نظر ورود هنوز نسبت به کف خودش خیلی فاصله نگرفته، مخصوصا این کف 3 ماهه خودش. حالا این کفی که ما ازش سنجش رو انجام دادیم مربوط به کف سال 1402 میشه که مال برج 8ه، نسبت به برج 11 بخوایم بسنجیم خب اگر این کف رو بخوایم ملاک قرار بدیم این هم ریسک ریوارد شدن 3 خواهد شد ولی خب چون برای بقیه هم سال 1402 رو ملاک قرار دادیم بایستی که برای این هم همین کار رو انجام بدیم، بنابراین
فعلا با یک ریسک و ریوارد تقریبا 2 خورده‌ای شاید بتونیم قگلپا رو ببینیم. البته خب نسبت به کف 3 ماه خودش هنوز خیلی فاصله نگرفته قیمت، ولی یه جورایی شاید هنوز نسبت به قگلستا موقعیتش در رتبه بعدی قرار بگیره و هنوز اون از نظر موقعیت ورود به نظر من موقعیت بهتری داره. نماد دیگری که توی فیلترمون بود نماد قگل هستش که خب قگل هم میشه گفت نماد تقریبا خوبی بوده توی این سالها و هر بار که راه افتاده تونسته فاصله زیاد و خوبی رو طی بکنه و سقف‌های جدیدی رو به جا بگذاره. یه جورایی روندش از سال 1400 به این طرف یک روند صعودی دیده میشه که هر بار ببینید اینجا یک سقف بالاتر، یک سقف بالاتر، یک سقف بالاتر، دوباره اینا کنید این یک کف باشه، این کف بالاتر، کف بالاتر، کف بالاتر. خب اگه به همین روال بخواد جلو بره و یک حرکت خوبی رو بخواد بزنه مثل نمودار خودش باشه، انتظار داریم یک سقف بالاتر یعنی تقریبا تا 667 تومن رو بیاد، دو برابر بشه. و عرض کنم که در حال حاضر ریسک ریواردش هم میشه گفت مناسبه برای سال 1402. کمترین قیمتی که 1402 دیده 265 تومنه و بیشترین قیمتی که 1402 داشته تقریبا 500 تومن هستش و با این اوصاف یک ریسک ریوارد 4 پیدا میکنه. بنابراین اگر بخوایم به ترتیب اولویت همین 4 نمادی که تو این فیلتر بودن رو رده بندی کنیم، اولش قگلستا هستش که ریسک ریوارد 6 داره، دومی نماد قگل میشه که ریسک ریوارد 4 براش در نظر گرفته میشه و در رتبه بعدی اون دوتا قرار میگیرن، یعنی قشازر و قگلپا که تقریبا حالا شاید شرایطشون یه جورایی توی یه رده بخوایم بذاریمشون، مثلا هر دوتاشون رو بذاریم در رتبه سوم. خب اگر من فیلتر را روی بازه کمتر از 10% از کف 3 ماه قرار بدم، میبینید که تعداد نمادها به جای 4 تا به 13 نماد افزایش پیدا خواهد کرد که خب حالا این 4 تا که الان بررسی کردیم و اگه ازش کم بکنیم 9 نماد دیگه وجود داره که در این گروه مثل قیکوروش و به شه، قدانه، قبهنوش، قسینو، قشان، قپازر، همچنین نماد قفارس و قمینو که نمادهایی هستند از کف 3 ماه خودشون 5 الی 10% بیشتر فاصله نگرفتن. یعنی اینها هم شاید اگر همین صورت بررسی بکنید توشون پیدا بشه که دوتا نمادی که هنوز فاصله دارن تا سقف‌های خودشون و احتمال رشد رو براشون خواهیم داشت. و خب حالا چون وقت برنامه اجازه نمیده، شما خودتون میتونید نگاهی به نمودارهای اون نمادهایی که الان توی این فیلتر هم دیده شدن بندازید. ممنونم که توجه کردید، منتظر نظرات خودتون راجع این برنامه هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.